تیتر اول امشب، استعفای مقامات کابینه و مجلس لبنان همزمان با گسترش اعتراض‌ها در بیروت. آمارهای رسمی وزارت بهداشت از شمار قربانیان کرونا 1/20 آمار واقعی است، گفته‌های یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا در ایران. و لویجرگه و غنی راه را برای آزادی زندانیان طالبان باز کردند. آیا طالبان دوباره قدرت سیاسی هم به دست می‌آورند؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. منال عبدالصمد وزیر تلارسانی لبنان استعفا کرده. دود انفجار مهیب سه‌شنبه در بندر بیروت حالا فضای سیاسی لبنان رو هم فرا گرفته. معترضان خشمگین امروز هم به خیابان‌های مرکز شهر اومدن. لبنانی‌ها پیش از این هم از ناکارآمدی رهبران سیاسیشون کلافه بودن، حالا اما فاجعه بندر بیروت آتش این خشم رو شعله‌ورتر کرده. در طول نیم ساعت آینده تیمی از خبرنگاران و کارشناسان از بیروت تا پاریس ما رو همراهی می‌کنن، اما اول بریم به مرکز بیروت. سعید فاضل خبرنگار آزاد از این شهر با ماست. سعید، الان فضا اونجا چطوره؟ سلام. الان اینجا فضا یه مقدار ملتهبه به نسبت به دیشب، یه مقداری مردم کمتر اینجا هستن، ولی به علت حضور نیروهای امنیتی یه مقداری فضا ملتهب شده و وقتی که به سوی این جایگاه می اومدم دیدم که یک سری از مردم به سوی پارلمان دارن میرن و اونجا شروع کردن به تجمع، ولی در کل ملتهب فضا. به نظر من امشب دوباره تظاهرات میشه و صحنه‌های خشن دوباره خواهیم دید. ما داریم به صحنه‌های خشن اشاره می‌کنه. اتفاقا در سمت راست تصویر تصاویر زنده از آژانس‌های خبری داریم که به نظر درگیری هست بین نیروهای امنیتی و مردم. رویتر چند دقیقه پیش گزارش داد که عده‌ای سعی کردن از جایی که خیلی فاصله هم با تو نداره، در همون نزدیکی میدان شهدا، ورودی که منتهی هست به پارلمان، با سنگ‌پرانی سعی کردن از اون معبری که در واقع نیروهای امنیتی درست کردن عبور بکنن تا به پارلمان نزدیک بشیم. دیروز هم میدونیم که خشونت‌های زیادی بوده. یکم الان حال و هوای شهر رو برامون توصیف بکن که دیروز و امروز چطور بوده. دیروز که خیلی ملتهب بود، یعنی مردم به قصد واقعا آشوب که نمیشه گفت، به قصد یه حرکتی اومده بودن بیرون که به خشونت کشته شد. اینجا دست ارتش هم باز گذاشتن که ارتش اعمال در واقع جلوی معترضان رو بگیره، انجام میده روی مردم، طوری که الان تمام خبرنگارا رو جمع کردن روی سوری نفهمیدم سوالتون رو، ببخشید. نه خواهش میکنم، داشتم میگفتم که اونطوری که میگی به نظر میاد که ارتش هم وارد شده که معترضان رو متفرق بکنه. اینو میخوام ازت بپرسم که پیش از برنامه که باید حرف میزدم میگفتی که علارغم اینکه اینجایی که هستی هم شلوغ هست، اما ظاهرا کمی عقبتر از تو شلوغی های بیشتری بود. در مورد اون شلوغی ها بهمون بگو. بله، خیابون پایین منتهی به پارلمان که مردم سعی دارن واردش بشن، مثل یه درگیریایی هم اونجا پیش اومده. حالا من نرفتم در این چند دقیقه اخیر اونجا، ولی اون موقع که می اومدم ساعت حدود 6 بود، یه مقداری ملتهب بود فضای اونجا و دست ارتش هم باز گذاشتن که هر نوع که صلاح میدونه خشونت‌ها رو به نوعی کنترل کنه. بعد اگه سوال دیگه باشه ممنونم از تو. سعید فاضل خبرنگار آزاد از بیروت با ما. همطور که در تصاویر زنده هم میدیدید، جمعیت قابل توجهی در نزدیکی میدان شهدا در مرکز بیروت که اتفاقا فاصله چندانی هم با محل انفجار نداره، کمی شمالتر از اینجا اگر عبور بکنید به منطقه میرسید که 5 روز پیش اون انفجار مهیب رخ داد. لحظاتی پیش خبرگزاری رویترز تصاویری داشت مخابره میکرد که فکر میکنم الان اینها هم مربوط به همون باشه، که یکی از ورودی هایی که پلیس با نصب یک سری معابر در واقع سعی میکنه که جلوی معترضان رو بگیره تا به پارلمان نتونن نزدیک بشن، بعضی از معترضان سعی کردن با سنگ‌پرانی از این معبر عبور بکنن و در واقع به پارلمان لبنان نزدیک بشن. میدونید که فضای سیاسی لبنان که همیشه ملتهب بود الان ملتهب‌تر هم شده.
یکی از اعضای کابینه وزیر اطلاع رسانی استعفا کرده. زن نمیره که حداقل دو وزیر دیگر هم احتمالاً وزیر محیط زیست و شاید وزیر تجارت هم به یه ساعت‌ها یا شاید روزهای پیش رو استعفا بکنن. بسیاری دیگر از کسانی که در فضای سیاسی لبنان فعال هستند، از جمله بعضی از رهبران احزاب مختلف، نمایندگان مجلس هم استعفا کردند. همه در واقع کلافه هستند و مستحصل از این گره سیاسی که در لبنان سالهاست در جریان بوده و الان این انفجار وحشتناک 5 روز پیش هم مزید بر علت شد. تصاویر زنده رو می‌بینید از مرکز بیروت، جایی که معترضان همچنان در خیابان‌های این شهر هستند. اگر تحول دیگری صورت بگیره حتما شما را در جریان می‌ذاریم. ساعتی پیش هم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میزبان کنفرانسی مجازی بود برای جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی بیروت. نیلوفر پوربرایم خبرنگار ما از پاریس با ماست با جزئیات بیشتر. نیلوفر، در این کنفرانس چه گفتند و چه تعهدی صورت گرفت؟ کشورهای مختلف اعلام کردن مبالغی رو کمک میکنن برای بیروت، برای بازسازی وضعیت فعلی در 4 محور. محور اولیه رسوندن دارو و همینطور بازسازی بیمارستان هاست. محور دوم تامین امنیت غذایی به دلیل اینکه آذوقه در ذخیره آذوقه این کشور از بین رفته. و دو مورد دیگه بحث کمک به مدارس، بازسازی اونها و کمک به بازسازی خانه‌های مسکونی و منازل کسانی هست که خونه‌شون رو از دست دادن. کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا، کشورهای عربی بین 20 تا 70 میلیون دلار تا اینجا گفتن کمک می‌کنن. برخی ها هم گفتن به طور مستقیم از طریق سازمان ملل کمک‌های خودشون رو به دست مردم لبنان می‌رسونن. چیزی که حالا این کنفرانس هم میگه هدفش اینه که این کمک‌ها به طور مستقیم به دست مردم برسه و نه از طریق دولت لبنان به دلیل فسادی که در این کشور وجود داره. خواسته دیگه برگزار کنندگان این کنفرانس هم اینه که دولت مردان لبنانی به خودشون بیان و اصلاحات ساختاری که مردم هم دارن حالا توی خیابون اون رو فریاد میزنن رو گوش بدن و انجام بدن. از طرف دیگه امانوئل مکرون اشاره کرده به اینکه وضعیت موجود هرج و مرج و آشوب در نهایت به سود قدرت‌های خارجی که میخوان ثبات منطقه رو برهم بزنن. یکی از حاضران این کنفرانس هم دونالد ترامپ بوده که اونطور که کاخ سفید گفته خواستار بررسی علل این سانحه طی یک تحقیقات بین‌المللی و شفاف شده و همینطور خواستار آرامش در این کشور. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس، ممنونم از تو. خب بریم به ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور در جلسه امروز ستاد مقابله با کرونا گفته عزاداری محرم باید انجام بشه، اما در جایی که عزاداری برگزار میشه به گفته او خوراکی های مرسوم مثل چای و خرما توزیع نشن. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم امروز گفته 15 استان هنوز در وضعیت قرمز قرار دارند. رئیس مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتوی پاستور هم امروز اعلام کرده 20-25% مردم به کرونا مبتلا شدن. و محمد رضا محبوب‌فر عضو ستاد مقابله با کرونا میگه 1 ماه قبل از اعلام رسمی کرونا در اوایل دی ماه اولین مورد ابتلا مشاهده شده بود، ولی دولت به دلایل سیاسی و امنیتی پنهانکاری کرده. آقای محبوب‌فر گفته قطعاً از ابتدای شروع کرونا تا حالا آمار به گفته او مهندسی شده و آمارهای اعلامی از سوی وزارت بهداشت 1/20 آمار واقعیه. دکتر رامین احمدی پزشک و فعال حقوق بشر از نیو هیون آمریکا با ماست. آقای دکتر احمدی، آیا این پنهانکاری ها اگر اینطوری که گفته شده درست باشه ممکنه کمک کرده باشه به سرعت بخشیدن به موج دوم شیوع کرونا؟ بله، حتی سرعت بخشیده به موج اول، برای اینکه همونطوری که سازمان بهداشت جهانی بارها گفته شفافیت و پاسخگویی دولت‌ها در این مورد خیلی مهمه، چون باعث اعتماد میشه بین دولت و مردم و اعتماد بین دولت و مردم پایه هر سیاست موفق بهداشتی بهداشت عمومی هست. وقتی که یک دولتی در حال سرکوب و غارت مردمش باشه و مردمی اعتماد نداشته باشند به آمار و ارقام و آمار و ارقام رو مهندسی شده بدونند، هیچ سیاست بهداشت عمومی نمیتونه موفقیت آمیز باشه برای پیشگیری. سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون. بعد از فاجعه انفجار بیروت، حالا خیلی ها نگران شدن که مشابه این حادثه در تهران هم رخ بده. رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران
مهدی داوری هشدار داده که انبارهای مواد شیمیایی باید از تهران خارج بشن و الا ممکنه فاجعه‌ای رخ بده. جاهای پرخطر هم در تهران کم نیستن. اینجا انبار نفت شهران در شمال غرب تهران که میلیون‌ها لیتر مکعب نفت ذخیره داره. مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اما میگه که انبار نفت شهران امنه و نیازی به نگرانی نیست و نیازی به جابجایی اون هم نیست. به غیر از اون این دو تا جا هم از انبارهای بزرگ نفت در تهران هستند، سوهانک و شهر ری. البته در گوشا کنار شهر انبارهای کوچکتر نفت یا مواد قابل اشتعال دیگر هم هست. اگه به یاد داشته باشید 29 بهمن سال 82 انفجاری در قطار باری نیشابور که گفته شد بارش مواد سوختی و شیمیایی بود هم رخ داد که در اثر اون بیش از 350 نفر کشته شدند. انفجار مهیب وقتی اتفاق افتاد که ماموران فکر می‌کردن که آتش رو مهار کردن و مردم برای تماشا جمع شده بودند. برخی منابع گفتن تعداد واقعی کشته‌های اون حادثه بیش از 700 نفر بوده. حالا این مورد بعدی که میگم خیلی ربطی به انبار سوخت و اینا نداره، ولی آتش نشانی همیشه درباره ناامنی مراکز مختلف هشدار میده. مثلا حتما یادتونه درباره وضعیت ایمنی ساختمان پلاسکو در تهران هم هشدارهایی داده شده بود اما کسی به اونها توجه نکرد تا اینکه این ساختمان آتش گرفت و فاجعه به بار اومد. خبری دیگر از ایران. پرویز فتار رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از پس ندادن املاک این بنیاد که در اختیار سپاه پاسداران، مجلس شورای اسلامی و برخی از مقامات جمهوری اسلامی مثل محمود احمدی نژاد انتقاد کرده. رئیس بنیاد مستضعفان تهدید کرده اگر پیگیری‌های حقوقی هم نتیجه ندن باز هم او کوتاه نخواهد اومد. ساعتی پیش دفتر محمود احمدی نژاد به این اظهارات واکنش نشان داده و گفته هیچگاه درخواستی برای در اختیار گرفتن ساختمان به بنیاد مستضعفان نداده و دفتر ولنجک رو خالی خواهد کرد. آسیا امینی روزنامه‌نگار و فعال مدنی از ترندهایم نروژ با ماست. خانم امینی، چرا به نظرتون الان بنیاد شروع کرده به چنین حرفایی و در واقع داره طلب‌هاشو سعی می‌کنه که وصول کنه؟ ببینید آقای فتاح حدود یک سال هست که ریاست بنیاد رو به عهده گرفتن، ولی واقعیت این هست که بنیاد به عنوان یک در واقع ساختار سیاسی و اقتصادی، من روی سیاسیش اول تاکید میکنم، هست که نهادها و مراکز تولیدی، توزیعی و خدماتی خیلی زیادی رو در کشور به عهده داره، در حالی که به لحاظ ساختار حقوقی نه زیر مجموعه دولت هست و نه پاسخگو به نهادهای دولتی. این بنیاد زیر مجموعه رهبر هست، رئیسش از طرف در واقع شخص رهبر تعیین میشه و تنها نهادی که بهش پاسخگو هست رهبره. بنابراین ما 40 ساله، چون بنیاد مستضعفان دقیقاً در واقع جزء اولین نهادهای حکومتی بود که بعد از وقوع انقلاب اسلامی با مصادره اموال مردم و در واقع کسانی که در حکومت قبلی قدرتی داشتن یا موقعیتی داشتن که مورد غضب حکومت فعلی بعد از انقلاب قرار گرفته بودن، با مصادره اموال اونها بنیاد تشکیل شد. بنابراین آقای فتاح که امروز در مقابل صدا و سیما بارها تکیه میکنه ما اموالمون رو پس میگیریم یا اموال بنیاد پس گرفته میشه، در واقع این اموال مردمی بوده که مصادره شده. دوم اینکه به لحاظ ساختاری همینطور که اشاره کردم این بنیاد نه تنها پاسخگو به هیچ نهادی غیر از دفتر رهبری نیست، بنابراین فرامینی رو هم که در واقع ما از این بنیاد یا رو اساس می‌بینیم یا اتفاقهایی که در بنیاد مستضعفان رخ میده میشه گفت که مستقیماً به نهاد رهبری مربوط میشه. ولی این بنیاد مستضعفان گفته میشه که از ثروتمندترین نهادهای ایران هست، خودتون اشاره کردید به رهبری نزدیک است، چرا در بازپسگیری حالا مناطقی که میگه اموال خودش هست از کسانی مثل آقای احمدی نژاد و دیگران با دشواری روبرو هست؟
ببینید، این سوال خیلی مهمی هست و حتی مهمتر از اون این هست که اساساً رئیس جمهوری که از در واقع سمتی که به لحاظ رأی مردم بهش واگذار شده خلع میشه یا در واقع اون سمت رو پس میده، دورش تمام میشه و نه حزبی داره نه گروهی داره که تعمیم کننده موقعیت او بعد از ریاست جمهوری باشه، چرا باید از بنیاد مستضعفان کمک بگیره برای اینکه جا و مکان داشته؟ در واقع این یک بدبستان سیاسی اقتصادی است که فقط در دایره حکومت رخ میده و برای همین اتفاقی که امروز رخ داده رو هم باید بدبستان سیاسی نامید. ببینید خانم ابتکار در پاسخ ایشون گفتن که ما در مرکز مطالعات زنان دفترش رو به فرمان آقای خمینی گرفت. این فرمان ها که تابع هیچ ساختار حقوقی مشخصی نیست، هیچ جواب مشخص در واقع پاسخگو هم براش نمیشه پیدا کرد. یک نفر تصمیم میگیره فرمان میده، نفر بعدی در واقع با فرمانش اون رو پس میگیره. من اشاره کردم که این نهاد یک نهاد سیاسی هست. ببینید شما از سیمان و نفت گرفته تا گوشت و مرغ رو در واقع تحت نظارت بنیاد داره تأمین میشه. چنین بنیادی مسلمه که حتی فراتر از دولت میتونه بر مسائل اقتصادی و سیاسی تأثیر بگذاره. سپاسگزارم آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی. اجازه بدید دوباره بریم به بیروت. لحظاتی پیش در همین تصویری که میبینید دودی برخاست که به نظر میومد یک گاز اشکاور بوده که احتمالاً از سوی نیروهای امنیتی شلیک شده. البته اینور میبینیم که به نظر معترضان هم چیزهای دیگری رو دارن سعی میکنن پرتاب بکنن. بیروت آبستن حوادث. از دیروز معترضان در خیابان‌های مختلف به خصوص در مرکز شهر در نزدیکی میدان شهدا که فاصله چندانی هم با محل اصلی انفجار 5 روز پیش نداره تجمع کردن، مستاصل هستن از ناکارآمدی رهبرانشون، هم به دولت مردان و هم به رهبران حزب الله تاختن در این 2 روز گذشته. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده هست از بیروت. به نظر میاد که اون تصویر قبلی که الان قطع شد همون تصویر بود که رویترز کمی پیشتر گفته معترضان سعی کردن با پرتاب سنگ و عبور از معبری که پلیس ساخته به نزدیکی منطقه وارد بشن که پارلمان لبنان در اون قرار داره. حرف از پارلمان لبنان شد. می‌دونیم که تعدادی از نمایندگان مجلس در اعتراض به ناکارآمدی‌های دولت استعفا کردن. یکی از اعضای کابینه هم وزیر اطلاع رسانی استعفا کرده و ظن نمی‌ره که افراد بیشتری طی ساعات و روزهای پیش رو استعفا بکنن. به هر حال آنچه که می‌بینیم اعتراض معترضان خشمگین لبنانی هست به آنچه که به نظر اونها ناکارآمدی دولتشون بوده در رسیدگی به وضعیت این شهر. اگه خبری بشه دوباره به بیروت برمیگردیم. اما یا بعد از سالها جنگ و خونریزی میشه به صلح در افغانستان امید بست؟ بشه یا نه؟ به هر حال نشست مشورتی لویجرگه برای صلح در افغانستان با تایید درخواست آزادی زندانیان طالبان به این امید به کارش پایان داده. بیشتر این زندانی ها یا با اعدام یا حبس ابد محکوم بودند که جرم های سنگینی هم داشتن مثل قتل و قاچاق مواد مخدر و فساد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم میگه که امیدوار با طالبان به صلح دست پیدا کنه. درنو هیوادوالو زبنن حقا اوکم امساکرم. هموطنان عزیز، امروز من فرمانی را امضا میکنم که تا کنون در زندگیم این گونه فرمان را امضا نکرده بودم. به خاطر اجماع و فیصله اخلاقی شما من این 400 زندانی طالبان را رها خواهم کرد. نشست لویجرگه با بحث‌ها و جدال‌های بسیاری درباره این درخواست طالبان همراه بود. موافقان میگن باید از این فرصت برای صلح با طالبان که هر روز جایی رو به خاک و خون می‌کشه استفاده کرد. اما مخالفان میگن طالبان یک گروه به شدت بنیادگرای اسلامیه که با قواعد اصول مدنی جامعه مثل حقوق زنان و آزادی بیان مخالفه و نباید زمینه رو برای به رسمیت شناخته شدن اونها فراهم کرد. همکارم نرگس هورخش از کابل با ماست. نرگس، خلاصه به ما بگو از آنچه که در لویجرگه گذشت. ظاهراً امروز روز تاریخی برای مردم افغانستان بود. در نشست مردمی که او را لوی جرگه مشورتی صلح می‌نامیم، 3200 نماینده مردم در اینجا شرکت کرده بودند و در پایانی روز و قطعنامه 35 ماده‌ای دست یافتند که در او تایید کردند باید 400 زندانی خطرناک طالبان آزاد بشن، ولی پیش‌شرط‌هایی هم گذاشتند. اولین پیش‌شرط
هدفشان آتش بس فوری بود، پایان دادن به جنگ، و ای که باید از افرادی که آزاد میشن ضمانت گرفته شوند، و از اونهایی که مربوط کشورهای خارجی میشن از اونها هم باید از دولت‌هایشان ضمانت گرفته بشه. از سوی دیگه از طالبان خواسته شده در این جرگه که باید زندانی های که هم ملکی هستن هم غیر ملکی را آزاد بکنن و به صلح بیاین، و در کناری حفظ جمهوریت و موضوع قانون اساسی، دستاوردهای 19 سال گذشته، حقوق زنها، اینها موضوعات مهمی بودند که در این جرگه به اونا اشاره شده، و مقام های ارشدی که در این نشست اشتراک کرده بودند همه امیدوار بودند که این نتیجه نشست بتانه افغانستان را به صلح ببره. نرگس هرش خبرنگار ما در کابل، ممنونم از تو. عاطفه طیب عضو لوی جرگه هم با ماست. خانم طیب، چه فکر میکنید در مورد کسانی که منتقد این داستان هستند که این باز کردن فضا برای طالبان و آزاد کردن این 400 طالب زندانی، که فراموش نکنیم تنها زندانیان طالبان نبودن، زندانیان دیگری هم بودن، اما اینها بسیار به گفته مقامات زندانیان پرخطری بودن، این خطر رو ایجاد میکنه که طالبان برگردن به فضای سیاسی افغانستان، اما با آمدنشون این محافظه‌کاری‌های سنتی رو هم به فضای سیاسی افغانستان برگردونن؟ امروز مردم افغانستان در دوی جرگه مشورتی صلح با تایید رهایی زندانیان در حقیقت آخرین مانع برای آغاز مذاکرات بین الافغانی را برداشتن. بدون شک تصمیم آسان نبود رهایی زندانیانی که جرایم سنگینی را متقبل شده بودند. مردم افغانستان ثابت ساختند که از خشونت به تنگ آمدند و آماده برداشتن هر نوع موانع به سر راه مذاکرات هستند و میخوان به صلح دسترسی پیدا بکنند. اما فعلا نوبت طالبان است. اونا باید ثابت بسازند که در میز مذاکره به خواسته هایی که مردم افغانستان از اونو داشتن متعهد هستند و پایبند هستند به او خواسته ها. بس آتش بس فوری که در یکی از ماده های قطعنامه به او اشاره شده بود هم از مسائل مهمی هست که مردم افغانستان توقعی را دارن که طالبان ثابت بسازند که دنبال بهانه تراشی نیستن و به تعهداتی که سپردن به او تعهدات عمل میکنن. اما اگر طالبان به این فکر باشن که دوباره میتونن بر بگردن به میدان جنگ با قدرت بیشتر، ایره متوجه باشن مردم باز هم خواسته بودند که هم حکومت نظارت داشته باشه و هم ضمانت های بر فعالیت های زندانیان رها شده در این راستا وجود داشته باشه. و از طرف دیگه بحثی هست که اگر طالبان فکر میکنن در بعضی از نقاط افغانستان حامیان دارن و واقعا دارن، با ادامه و تداوم خشونت در حقیقت او حامیانشان هم با حکومت میپیوندن و نیروهای امنیتی دوباره هم میتونن او زندانیان رها شده را در صورت رفتن به میدان جنگ پس تسکیر بکنند، چون با گذشت هر زمان نیروهای امنیتی افغانستان با قوت بیشتر در حفظ ارزش‌های افغانستان و دستاوردهای چندین ساله گام برمی‌دارند و می‌توانند دوباره قوی‌تر و او زندانیان پس تسکیر بکنند. عاطفه طیب عضو لوی جرگه از کابل، ممنونم از شما. اجازه بدید دوباره بریم به بیروت. همونطور که می‌بینید دودی فضای شهر رو فرا گرفته، به نظر میاد که گاز اشکاور هست. از زمانی که برنامه رو شروع کردیم تا به این لحظه درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان شدت گرفته. همونطور که در تصویر می‌بینید به نظر میاد که گاز اشکاور شلیک شده و یا شاید هم معترضان وسایل آتش‌زا یا دودزا پرت کردن به سوی نیروهای امنیتی. خبرگزاری رویترز کمی پیشتر گزارش داده بود که معترضان سعی کردن به نزدیک پارلمان بشن، هرچند معبری اونجا نیروهای امنیتی ساختن که عبور ازش چندان آسان نیست، اما به هر حال این مانع از تلاش معترضان نشده. دیروز هم معترضان تلاش مشابهی کردن. همونطور که پیشتر هم بهتون گفتم به نظر میاد که لبنان آبستن حوادث هست. معترضان مستحصل هستن از آنچه که ناکارآمدی دولت لبنان میخورن و خواهان تغییراتی اساسی در این کشور هستند. تصاویر زنده می‌بینید از بیروت. به نظر میاد که معترضان دارن سعی می‌کنن که سنگ پرتاب بکنن. گمان می‌کنم این همان معبری هستش که رویترز کمی پیشتر گزارش داده بود با پرتاب سنگ معترضان دارن سعی می‌کنن ازش عبور بکنن و به پارلمان نزدیک بشن. یک تصویر دیگر هم دارم می‌بینم در یک آژانس دیگری که بخشی از گوشه ای از شهر آتش گرفته. فکر می‌کنم همین تصویر از زاویه دیگر، اگر همکارانم بتونن اون رو هم بگیرن بهتون نشون میدیم. به هر حال فضای شهر ملتهب هست. بله، همونطور که می‌بینید گوشه از
خیابان. فکر میکنم اینجا هم بعد نزدیک باشه به همون میدان شهدا که فاصله چندانی با محل انفجار نداره. به طور سنتی تظاهرات در لبنان معمولا حول و حوش همین میدان شهدا و مسجد الامین صورت میگیره. تصاویر زنده میبینید از لبنان. این هم اضافه بکنم که کمی پیشتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس مجازی با بسیاری از سران دیگر دنیا توافق کردند تا کمک‌های گسترده‌ای به لبنان برای بازسازی بکنند. ارقامی رو که توافق کردن می‌بینید، اتحادیه اروپا، البته این تبدیل دلاریش است، نزدیک 74 میلیون دلار، فرانسه گفته نزدیک 59 میلیون دلار کمک خواهد کرد، قطر کشور ثروتمند عربی 50 میلیون، کویت 41 میلیون، آلمان 20 و قبرس هم 59 دهم میلیون دلار گفتن که به بازسازی بیروت کمک خواهند کرد. قبل از پایان برنامه میخوام یک کارتون از بزرگمهر حسین پور بهتون نشون بدم که به نظرم خیلی جالب اومد. شاید هم خودتون در شبکه‌های اجتماعی دیده باشید. نقش گربه‌ای که شبیه نقشه ایرانه ولی به جای بچه‌هاش شیر پستانهاش روانه جاهای دیگه است. کارتونی که شاید یادآور این شعر هادی خرسندی هم باشه که میگه بچه‌ها این نقشه جغرافیاست، شکل یک گربه در اینجا آشناست. چشم این گربه به دنبال شماست، بچه ها این گربه ایران ماست. تا فردا، بدرود.